دوست داشتم که بره، یعنی اصلا مخالف این نبودم که بره، چون با علایقش آشنا بودم. تمام لحظات چشمم به گوشی که الان زنگ میزنه، الان زنگ میزنه، و این دلهوری که چرا امروز زنگ نزنه. همیشه حمید جان میگفتش که کسی که میره برای دفاع از حرم حضرت زینب باید مثل حضرت عباس شهید بشه. تابوت رو که میبردن من میگفتم ازش جلوتر نزنم، ازش عقبم نمونم، باهاش باید راه بیام، با هم دیگه راه بیام، آخرین بار این خیابونو با هم بریم. همیشه هم همیدام گفتن که برای من پاییز بهترین اتفاقا میفته. پاییز عقد کردیم، پاییز ازدواج کردیم، پاییز رفتم کربلا، الحمدلله پاییز هم به شهادت رسید. زحمت کشیدیم چند. بفهمید. خیلی ممنون. متشکرم. زحمت کشید. فرزانه سیاه‌کاری مرادی هستم. همسر شهید سیاه‌کاری مرادی. دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی. ترم چندمید؟ ترم هفتم هستم. رشته طب کار. متولد چه سالی هستید؟ من متولد سال 72 هستم از غزه. حمید من متولد سال 68 بودن، اردیبهشت ماه. ایشون لیسانس حسابداری داشتن، کاردانی نرم افزار، و اینکه نمره الف دانشگاه بودن. 7 تا بچه هستن که ایشون پنجمین بچه هستن. ایشون پسرم میمن هستن. چطور شد ازدواجتون؟ یعنی همون نسبت فامیلیه باعث ازدواجتون شد یا؟ خب چون ما هر دو خانواده‌های متدین و متشرعی داریم، نوع روابطمون با نامحرم یه مقدار مثلا تعریف شده هستش، اینطور که خانم‌ها با هم صحبت میکنن یا آقایون با هم صحبت میکنن. اون چیزی که شناختی که من از حمید آقا داشتم این بودش که خب یه حمید آقایی هست، پسرممه، و شغلشون رو میدونستم و مثلا اینکه بله متدین هستن. ایشون هم همین میزان، حالا یه مقدار بیشتر چون آقایون برای انتخاب همسر خب یه مقدار توجهشون بیشتر. بعد که حالا ایشون اون معیارهایی رو که مد نظرشون بودن توی من دیده بودن، پنجم شهریور سال 91 تشریف آوردن برای خواستگاری. چند سالت بود اون موقع؟ اون موقع من 19 سالم بود که دیگه ما با هم صحبت کردیم یک ساعت و نیم. اولین سوال ایشون هم این بودش که معیار شما برای ازدواج چیه؟ که من گفتم که معیار من متشرع بودن فرد و متدین بودنشه، اینکه حتما مقید باشه به پرداخت خمس و زکات مالش. که ایشون گفتن که خب خیلی عالیه. راجع به مادیات اصلا صحبت نکردم، حتی حقوقشون رو نپرسیدم، که خودشون حقوقشون رو گفتن. بعد ایشون به من گفتن که خب من خیلی کربلا رو دوست دارم، شما رو به یه اسمی سیف کردم تو گوشی که همیشه منو به اون یاد بندازه. بعد من خب از ایشون نپرسیدم که حالا چی ذخیره کردید اسم من رو داخل گوشی. بعدها ایشون دیدم که اسم من رو سیف کردن کربلای من. بعد حالا اگر یه وقت صحبتی میکردیم مثلا میپرسیدم کجا میخواییم بریم یا چی کار میخواییم بکنیم، همیشه میگفتن که کربلا. کجا کربلا؟ چی کربلا؟ مثلا خیلی کربلا دوست داشتن. ای که به خشکی لبات دریا توسل میکنه، موندم چجوری داغ تو
دنیا تحمل میکنه، دنیا تحمل میکنه. من چون خودم دانشجو بودم ایشون خیلی به من کمک میکردن، با اینکه شاغلم بودم. آره، بعد یادمه که مثلا اگر من ظرف میشستم خیلی اصرار میکردن که حتما اجازه بدید آبشو من بکشم، یا اینکه اگر یه زمانی رو دیگه خیلی خسته بودن و نمیرسیدن خیلی عذرخواهی میکردن که خواهش میکنم به آبروی حضرت زهرا بر من ببخشید که نمیرسم به شما کمک بکنم. یا اینکه مثلا آشپزیشون خیلی خوب بود، خیلی خوب، گاهی اوقات که من دانشگاه بودم میومدم غذا رو درست کرده بودن، آشپزیشون هم خیلی عالی بود. کلن چون ضریب هوشی بالایی داشتن تو هر کاری نفر اول بودن. ایشون شاعر بودن، شعر خیلی خوشگلی هم میگفتن، چه برای من چه برای امام زمان و ائمه. عجبان نیست که آمدی دلم سید تو شد، عجبان است که من عاشق صیاد شدم. بی اذن نگاهت ندارم نفسی، بی حضورت زنده ام در قفسی. بسیار مهربون و مؤدب بودن، بسیار. من به یاد میارم که مثلا اگر جایی میرفتن یک چیزی مثلا بهشون میدادن، خوراکی چیزی، اصلا نمیخورد، حتما میآورد، میگفت اصلا دلم نمیاد. یا اینکه بلند پیش دوستاشون میگفتن، گفتن یکی دیگه برم دارم برای خانومم. بعد من میومدم گفتم همینجان این کار نکن، درست نیست. مثلا من خودم خجالت میکشم، ما عزبم، چون هم دیگر میبینیم ممکنه توی مهمونی های جایی. بعدشون گفتن اتفاقا من به قصد این کار رو میکنم تا یاد بگیرن که به همسرشون احترام بذارن، به همسرشون محبت بکنن. اینجا کجاست؟ اینجا پارک فدک، پارک جنگلی قزوینه که ما بیشتر اوقات نامزدیمون رو میمدیم اینجا. پس کلی خاطره داری؟ آره، کلی زمانای خوش با هم اینجا میمدیم. اولین باری که اومدی؟ اولین باری که با هم اومدیم بعد از عقدمون بود، اومدیم اینجا شام خوردیم، خیلی هم چسبید، خیلی هم باد میومد. پیش دیگران هم به شما کمک میکردن؟ یعنی که فقط؟ نه، پیش دیگران هم کمک میکرد. اتفاقا تاکیدش جلوی دیگران هم بود، میگفتن که بذارین جلوی دیگران کمک کنم یاد بگیرن نحوه آداب همسرداری، محبت به همسر، احترام، فکر نکنن که تفاوتی وجود داره. خیلی خیلی توجه میکردن به این مسئله. بعد هم که خب بالاخره یه روحیه لطیف احساسی داشتن دیگه، این چیزا ازشون بعید نبودش. بعد ایشون همیشه تو خونه اگر مثلا کمکی میکردن، من مثلا اوائل بهشون گفتم که عزیزم دستت درد نکنه، بعد میگفت این چه حرفیه، بعد بگه خدا قوت. بعد اگه میگفتم خدا قوت، میگفت این حرفیه که یه همسر به همسرش میزنه، شما باید برای من بهترین دعا رو بکنی، دعا کن بگو الهی که شهید شی. بعد خب من اول ممانعت میکردم، گفتم این دیگه چه دعاییه، مثلا دلم نمیاد. بعد اینقدر اصرار که نه، شما باید حتما این دعا رو بکنی، این بهترین دعاه، که منو مجبور میکردن. منو میگفتم خب الهی که شهید شی. من خب ته دلم راضی نبودم. راحت کلمه دوستت دارم، عاشقتم رو بیان میکردن به هر دی که صبحی که داشتن میرفتن گفتن که من پشت تلفن نمیتونم جلوی دوستان به شما بگم دوستت دارم، میتونم بگم دلم تنگ شده اما نمیتونم بگم دوستت دارم، چیکار کنم؟ بعد من برنامه نیمه پنهان ماه رو که نگاه میکردم الان به خاطر نمیارم، یکی از خانمای شهدا میگفتن که ما وقتی به هم نامه مینوشتیم احتمال میدادیم نامه ها رو شاید کسی بخونه، رمز گذاشته بودیم، دوستت دارم رو رمزش یادت باشه بود. بعد بهش گفتم تو بگو یادت باشه، من یادم میفته. بعد از پلا که داشت میرفت پایین بلند بلند داد میزنم، گفت یادت باشه، یادت باشه. منم میخندم میکنم یادم هست، یادم هست. وقتی کسی میره بارون که میگیره، وقتی نمیخندن دل که
نمیبندم، هر خوابی میبینم با هر کی میشینم یاد تو میفتم هر جا تو هر حالی. امروز 20 دیگه پیش نداشته کجا میشنم؟ اینجا من داره صحبت میکنم. خیلی میخوام چیکار کنیم؟ 20 حرفی برای مادرت، پدرت. آره شما زحمت کشیدید سر من رو مواصل من رو پای من رو شکر کردید. هنو آره هنو گفتید. خب اول باید پدر مادرم که دیگه انسان هر چطور زندگی زحمت بکشه نمیتونه. بگو یک دیگه سر بخون. آره یک دیگه انسان نمیتونه زحمتشون رو جبران کنه. آره هر چقدر زحمت بکشه. لطفا پدر مادر شما که در کمال زیاد لطف کردن بوده که لطفش این بود که شما رو در اختیار ما قرار داشتن. ما هم دیشتر رو شرمنده شون میشیم دیگه. این امانت شون هم شون برگردیم یعنی تا فعلا تا یه مدت تا برگردیم میشم. خودت هم که دیگه عزیز دل منی دیگه چیکار کنم؟ فعلا انصاب میدنم از برم برگردم. از اون دست خانمایی هستید از خرید لذت ببرید؟ آره خیلی. ایشون همراهی میکردن؟ حتما با من میومدن، حتما با هم میومد. بعد خیلی هم سخت پسند بود، دیر یه چیزی رو قبول میکرد. من خودم جوریم که سریع برم یه چیزی رو انتخاب میکنم. این کلی میگشت. اولین باری که باش رفتم خیلی گشت. من یه خسته شده بودم کنار خیابون وایساده بودم، میگفتم که شما برو بگرد پیدا کن، من دیگه خسته شدم من نمیتونم بیام. خرید شما بود یا ایشون؟ خرید خودش بود ولی من دیگه واقعا خسته شده بودم. همین آقا هیچ وقت نماز شبش قضا نمیشد. بعد عادت داشتن که تو اتاق تاریک نماز میخوندن. بعد خب من میشنیدم که ایشون مدام گریه میکردن و این کلمه رو میگفتن که اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک. صدای گریهشون بعد که میومدن اشکاشون صورتشون رو میدن علایقشون رو بخبر. بس همون از همون اول نامزدیمون با خودم کنار اومده بودم که من این رو تا ابد نخواهم داشت، یه روزی با همین شهادتم از دستش میدم. چون نامزدم بودیم یه سری عکساشو میآورد به من نشون میداد، میگفت فرزان جان نگاه کن اینو چون میده برای بنر برای شهادت ها، ببین چه خوشگله، ببین چقدر خوبه. جالب اینجاست که خیلی از همون عکسا الان مثلا تو بنرها نصب شده که برای شهادتشون. یادم میاد 16 آبان من از دانشگاه ساعت 5 اومدم خونه، بعد دیدم که میگه فرزان جان بیا کنار من بشین کارت دارم. اینو که گفت من نشستم گفتم بازم سوریه هست؟ خیلی خندید گفت آره. چقدر تو زرنگی، زود متوجه میشی. آماده شدن و گفتن که من برم عکس بندازم. عکس با لباس نظامی نداشتن، لازم بود. این که پاشو گذاشت از خونه پیرون من خیلی گریه کردم. هر کی رو میشناختم بهش زنگ زدم، نمیدونم چرا ساکت نمیشدم، یه گریه میکردم. به مامانم زنگ زدم، به دوستان، به خاله ها که منو آروم کنن، ولی آروم نمیشدم. انگار که ته دلم آخرین بند پاره شد، انگار که میدونستم دیگه بر نمیگرده. من انقدر ناراحت بودم نمیتونستم گریه کنم، چون میترسیدم گریه کنم بعدم پیش همه شرمنده بشم. یک سمت ایمانم بود، یک سمت احساسم. احساسم گفت جلوش وایسا نذار بره، ولی ایمانم اجازه نمیداد. یعنی همش به این فکر میکردم که لحظه قیامت من چطوری میتونم تو چشمای امیرالمومنین نگاه کنم و ازش انتظار شفاعت داشته باشم، در حالی که هیچ کاری تو این دنیا نکردم. گفتم که برو با مامانت اینا خدافظی کن بیا، ولی 2-3 ساعت پیش مامانت بمون، زود نیا خونه. گفت نه من میرم یه ربه میام. گفتم که نه بمون، زیاد بمون. رفت 11 شب من. ساعت چند رفته بود؟ 6 غروب. گفتم که مامانت خیلی گریه کرد، چون از من خواستن باهاشون برم. گفتم من اصلا تحمل اشکای عمامو ندارم. گفت هیچی نگفت، فقط گریه کرد.
من همین رو شنیدم خیلی گریه کردم، بعد دستای منو گرفتم، چون میگم خیلی احساساتی بودم، بعد گریه کردم، گفتم دلم رو لرزوندی. یه چند لحظه که گذشت گفت ولی ایمانم نمیتونی به لرزونی هم مدد در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، هاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد، یا زینب در خون خفته که نگذارد. ایشون صبح که داشت میرفت نمیدونم چرا اینجوری بودم، ولی مثلا به راه رفتن نگام کردم، گفتم مثلا شکمش درد بگیره، پاش درد بگیره، نره. همش منتظر بودم، بعد دوباره ته دلم گفتم نه به خدا راضی نیستم درد بکشه، نه بره، سالم برمیگرده مطمئنم. داشت از پلا میرفت پایین، داد میزد گفت یادت باشه، یادت باشه. منم میخندیدم گفتم یادم هست، یادم هست. همین سیاه‌کاری مرادی هست. آقای مرادی، شما الان مشغول چه کاری هستید و از کدوم گردان؟ عرضم به خدمت شما که میدان تیر انتقالیه گردان از سه دو شهدا علی سلام. شما با چه هدفی الان اینجا مشغول به این عملیات هست؟ عرضم به خدمت شما که اینجا که بحث آمادگیه، ولی هدف قرب الهیه انشالله، یعنی هدف همه قرب الهیه. آیا شما برای اعزام به سوریه داوطلب شدید و هدف شخصی خود؟ نه خیلی داوطلب شدم، هدفمونم که میگم هدف قربه دیگه، یعنی چه شخصی باشه غیر شخصی نداره، حالا فرقم نمیکنه، قرب الهی میتونه سوریه باشه، میتونه لبنان باشه، میتونه ایران باشه، هر جای دیگه. یه وقتی از آدم دلش میخواد اون دروغ رو باور کنه. آره، اصلا این لحظه فقط داری به خودت دروغ میگی. تمام لحظاتی که قبل از اینکه ببینمش به خودم نمیگفتم چیزیش نشده، دروغه. همین که من خودم باهاش سه روز پیش حرف زدم اتفاق براش نمیفته. رفتم گفتم دست میزنم الان عروسک، دست دادم دم، خیلی سرد بود، خیلی سرد بود. تجربهش کردم، هیچ وقت اون سرمای صورتش یادم نمیره، همیشه دستش سرد بود، میگو فرزان با دستم گرد، با دستم گردم کن، من دستم گرد. اون لحظه تصمیم گرفتم که با دستم گرمش کنم، دوباره سرم بردم بشه گوشش، گفتم منو ببخش که اون شب یه لحظه تردید کردی، گفتی دلت رو لرزوندم، منو ببخش. پونزده دقیقه ای رو که ما هم بودیم نمیدونستم باید چه جمله‌ای بهش بگم، اصلا همه چیز زیادم رفته، فقط بغلش میکردم، بهش گفتم دوست دارم عزیزم، خیلی دوست دارم. هیچ چیز این دنیا رو بعد از تو جدی نمیگیرم، آینده رو فردا رو بعد از تو جدی نمیگیرم. همیشه از که مأموریت میرم یا شبایی که افسر نگهبان بود میامد کنه گل میخرید، بعد من گریه میکردم بهش، میگفتم که عزیزم عزیزم، بعد من باید برات گل میکردم، چرا برای گل نیفردی؟
شب قبل از شهادتش هم سوره انفال آیه 17 اومد که و ما مؤمنان رو به پیامد خوشی نیاز ماییم. شهادت پیامد خوشیه، ولی زجرآوره، خیلی زجرآور و دردناکه برای اونایی که میمونن. دقیقا این که شهید علمدار میگن، میگن که این که نمیدونیم معشوق تو اون لحظه که تو بهش فکر میکنی اونم به تو فکر میکنه، این خیلی آزاردهنده است. تمام لحظات حسش میکنم کنار خودم، بوش رو حتی میشنوم، ولی چون با این چشم خاکیم نمیتونم ببینمش یا صدای نازش رو بشنوم، خیلی آزار میده. خاکو میبوسیدم، میریختم روش، میگفتم تا ابد هم سر من از طرف من ببوس. به خاکش گفتم، گفتم تو چقدر از من خوشبخت تری که تا قیامت میتونی هم سر منو در آغوش بگیری. وقتی که میرفتم میشش حتما براش گل نرگس میبردم، دوست داشت گل نرگس خیلی. دختر برادرش آقا سعید دوقلوی حمید آقا یه دختر ناز داره اسمش نرگسه، خیلی اون دوست داشت. همیشه اون گفت عشق عمو نرگسه، گل نرگس هم خیلی دوست داشت، براش همیشه میبرم. واقعا گاهی از این دنیا خسته میشه، کفششو میپوشم، حس میکنم که پاهم به پاهاش میخورم، خوشحالم از اینکه همسرم به شهادت رسید، به اون چیزی که دوست داشت رسید. همسر من من رو خیلی دوست داشت، به من رسید، شهادت رو دوست داشت رسید، کربلا رفتن رو دوست داشت رسید. با هم رفتید کربلا یا نه؟ نه مجرد بودم. خیلی میرم به اون چیزایی که دوست داشته رسیده، من خدا رو خیلی شاکرم از اینکه همسرم به خواسته های دلش رسیده، خواسته های مادی نداشت. من به خاطر روی گل ناز همسرم تمام خواسته هایی رو که داشتم میبخشم. حکایت این رو برای من تعریف میکنی؟ اینا رو یک هفته بعد از شهادتش برامون آوردن. دور نجفش رو همیشه بس راستش میداخت، میگفتش که قیامت کسایی که دور نجف ندارن حسرت میخورن. همیشه میگفت میخوام بدم اینو نصف کنن برای شما، هم یه دونه درست کنم شما هم بندازید. دلم نمیاد توی اون شرایط شما حسرت بخوری من داشته باشم. بالای پلکش هم الان یک ذره خونش هست. اینجا رو شما انتخاب کردی جاشو برای شهید؟ نه اینجا رو خود بنیاد شهید داده، ولی برای تدفین شهید به معنی که جزو شهدای غواص هستن ما تیر ماه اومدیم. بعد من به حمید آقا گفتم که عزیزم کی قراره بقیه رو پر بکنه، خندید گفت مطمئن باشی یکیش منه. واقعا؟ آره. تیر تا آذر ماه. آذر ماه زمانی هم نبوده؟ هفت ماه تقریبا. کمتر از هفت ماه؟ آره کم کمتر. عجب فاصله هم نیست. آره. دو نفر بعد از شهید بمانی و بعد ایشون. بله. خیلی میای اینجا؟ آره هر روز تقریبا هر روز میام. مردم قزوین میشناسن همسرتونو؟ بله تقریبا هر روز که میام روزی نیستش که پیشش خالی باشه، همیشه مردم میان لطف دارن، برش گل میارن، برش گلاب میارن، تنهاش نمیذارن. آره اومدیم هم دیدم گل بود سر مزار، معلومه امروز هم تنها نبودم. بله مردم لطف دارن قطعا. این خیلی به شما همینطور به من
آرامش میده. آره خیلی کمک میکنه. این قدر شناسی خیلی خیلی, خیلی به انسان آرامش میده. من اینجا اومدم چند سال پیش هیچ وقت فکر نمی‌کردم که مثلا قرار باشه برای شهید تازه ای من بیام مجدد اینجا. مزار شهید بابایی، شهدای اینجا رو قشنگ یادم. برای شهید بمانی که اومدیم، موقعی که می‌خواستیم بریم خونه همین زیر اون بلندگو ایستاده بود. خب منتظرم، گفتم تموم شد قرارمون اینجا که با هم بریم خونه. هر روز که میام تموم که میشه میخوام برگردم زیر بلنگو رو نگاه میکنم، میگم من اینجا هنوز منتظرم برگرد بیا بریم خونه. با سلام و درود فراوان بر امام راحل و شهدا و رهبر معظم و معزز مرتضی العالی، ابتدا از خداوند میخواهم تا دستانم را در دستان ابا عبدالله قرار دهد تا بتوانم مسیر عشق را همچون مبتلایان وجودش بپیمایم و ثابت قدم بمانم. ولایت یعنی اوج بندگی و ما غلامان و بندگان ولایت هستیم. همچون عباس علیه السلام فرمان بردار و ولایت پذیر و همچون اکبر علیه السلام عاشق شهادت، از پدر و مادرم میخواهم که مرا به خاطر تمامی بار اهمال‌ها و کوتاهی‌هایم در حقشان ببخشند و برایم دعا کنند همچون مولایم از دنیا بروم و همچنین از زن مهربانم میخواهم که به خاطر این مدت حلالم کنند و مرا از دعایش محروم نسازد. خداوندا مهرت را نهاده‌ای، به زیباترین وجه مهرت را بگیر.